آقای عالی پیام عزیز، بیا که خودت گفتی من تعدیق شعرام. قبول داری هر چی روغنی میره به تعدیق؟ بله، نمکاش بیاشم به تعدیق. میگم نمکاشم میره تعدیق. یه دختر خانومی از عراق برای من ایمیل زده بود که لطف میکنی شعر منو نقد کنید. من یاد اون غضنفر افتادم که دست به دامن امام رضا شده بود که آقا من برنده بانک بشم، آقا روی حساب با کن من معجزه کنم. گفتم خانم شعرتون آخه بفرستید که من نقد کنم. این دو بیت رو برای من فرستاد. ما از این جهان از پی دلدار می رویم، به شوق دیدن حیدر کرار می رویم. در بهش را اگر نگشایند به روی ما، ما عراقی هستیم از روی دیوار می رویم. جناب آقای صدرا مناسبت ها رو فرمودند، یه چند تا رو هم من اضافه کنم. این فاجعه چابهار جدن رقت انگیزه و من نمیدونم چجوری عده نام خودشون رو انسان میگذارن. شما اگر سیاسی هستید، اگر هرچی هستید، مردم بیگناه در هیچ منطقی کشتنشون اصلا توجیه بردار نیست. کار به جایی رسیده که دیگه خود کسایی هم که روی بشریت تیغ میکشن این عمل رو محکوم میکن. شب یلدا بود دیشب. میدونید که شب یلدا یک دقیقه از شب قبلش بلندتر هست. حالا من تو نمیدونم تو یه دقیقه چیکار میشه کرد که تو همه شب نمیشه کرد، ولی زیباترین پیامکی که برای من رسید این بود: حتی بلندترین شب نیز محکوم به صبح هست. باز در ماه گذشته روز فناوری نانو رو داشتیم. یکی از افتخارات ما ایرانی ها این است که به فناوری نانو دست پیدا کردیم. البته من تعجب میکنم قرن هاست که مردم ایران نانو پیاز، نانو دوغ، نانو پنیر، نانو خربوزه، ما این همه با فناوری نانو آشناییم. بله، و خبر دیگه هم این بود که تیم صنعت نفت به عراق رفت. شاید عراقی ها خیلی خوشحال باشن، اما من شنیدم خودم با گوش خودم که گفتن که حضرت امام فرمودن که به مولا علی تأسی کنید و فرمودن که مجلس در رأس اموره، پس تیم صنعت نفت بره به عراق. یعنی فهمیدم که هم مولا علی با این تصمیم موافقه، هم حضرت امام. فقط نظر ابوالفضل که پرچم داره نمیدونم، بجد نظرش هم باید مهم باشه. بله بگذاریم. ما پارسال همین موقع به مناسبت محرم در جهت خراف زدائی من یک سری دو بیتی خوندم و یک سریش هم وقت نشد که بخونم. اون تعدادیش که نخوندم رو میخونم و وارد شعر اصلی میشه. تو نمیدانی چه با من کرده ای، عالمی را غرق شیون کرده ای. گرچه خود کشته شدی با حال زار، نان من را توی روغن کرده ای. ما درون خیمه سینه میزنیم، اصفهان تا میمه سینه میزنیم. کربلا و ماتم آن جای خود، ما برای قیمه سینه میزنیم. برای عزایت همه آمدیم، نه تنها که یک عالمه آمدیم. به پشت خیامت حسین عزیز، سیاه پوش با قابلمه آمدیم. یاد تو حسین مایه تسکین است، خون تو پناه و پشت بان دین است. تا
تلخ است اگر یاد مصیبت هایت، آقا شل زرد تو چقدر شیرین است. پشت همه لشکر خونخوار یزید با این علم 23 تیغه لرزید، 10 تیغه دگر بر آن علم افزودیم تا کور شود هر آن که نتواند دید. آن کس که به کفر و معصیت چالاک است، در خوردن مال مردمان بیباک است، از قول منش بگو بیا هیئت ما، یک روز بزن سینه تمامش پاک است. گویند حسین پاک تا داشت نفس، جنگید علیه شهوت و ظلم و هوس. ما را چه به رمز و راز این کار بزرگ، عشق است همین دو روز تعطیلی و بس. یه دو بیتم از اشعار رسیده میخونم. یکیش از آقای علی شوش هست، جوان دانشجویی که هر ماه به عشق این انجمن از اهواز میاد انجمن رو شرکت میکنه، صبح برمیگرده. یا سار الله تا ابد یار توییم، مدهوش فداکاری و ایثار توییم، ایام محرم و سفر را هر سال تا قیمه دهند ما عزادار توییم. یک دو بیت هم از آقای محمد جاوید، شاعر شیرازی. از قد رشید و دست عباس بگو، با صد تا دروغ اندکی راست بگو، با دست بریده کاسبی باید کرد، از دست بریده آنچه میباس بگو. البته قافیه شیرازیه، اینجوری چپ چپ میکنه لهجه داشت. خب اینو که بعدن میخونیم، این هم باشه واسه دفعه بعد، شاعرها زیادن وقت نیست. این هم که الان وقتش نیستن. این هم آقای روحانی کارشو شروع کنه ببینیم چی عذاب در میاد بعدن. این هم که واسه نوروز تایید خیلی مونده. بله این هم که محرمزون تموم شد. بله شد. بله محرم هم که هنوز نیمده، این هم نیمده. بله این هم که خانوما نشستن خوبیت نداره بعدم. یواشکی براتون. این هم که باز میگیرن میبرن اون زندون، ولش کنه اون. بله این هم از دادگاهمون تموم شد بعد بخونیم، هنوز بلا تکلیف. اصلا یه شعر رو کتاب میکنم. بله آقای بنفشه خان میخوان پس تعطیلش کنیم بریم دیگه. یه شعر از کتاب اول براتون میخونم. شب بود و ظلمت بود و دشت پرخطر بود، بیراه بود و دزد بود و رهگذر بود، آینه بود و سنگ بود و دست تقدیر، ظلم و ستم بود و قضا بود و قدر بود، هم بوی گندم بود هم خلق گرسنه، بامی که کوچک بود برفش بیشتر بود، احساس بود و رنگ آبی بود و پرده، صد چکمه بود و لاله خونین جگر بود، پیمانه بود و باده بود و محتسب بود، شلاق بود و عشق بود و درد سر بود، زنجیر بود و پای بود و دست بسته، صیاد بود و تیر بود و بال و پر بود، پرواز بود و آسمان بود و قفس بود، دل بود و سودایی که سر تا پا ضرر بود، احساس بود و شعر بود و کنج دیوار، اندیشه های بارور بود و تبر بود،
او می برید اندیشه ها را با سر داس، از رویش سبز جوانه بی خبر بود، بیچاره غافل بود از بذری که در خاک آماده روییدن نسلی دگر بود. یک عینک دودی به چشمش بود و می گفت خورشید کو؟ گفتم نمی بینیش؟ کر بود. خود را به راه دیگری زد از حماقت، هرچه نصیحت کردم او را بی ثمر بود. یا آب راکت بود یا نقش به دیوار، همچون فسیلی مانده از عصر حجر بود. او بود و جهلش بود و پایش بود و گل بود، من بودم و یاسین بود و گوش خر بود. جنگی که بین گفتگو بود و گلوله، شاخ جهالت بود و ما تحت بشر بود. گفتم که عصر ارتباطات است حالو، گفتا گمان کردم که دوران قجر بود. به سلامت.